سلامی دوباره خدمت دوستان عزیز، مشتاق فرخی هستم با سری آموزش های بلندر. خب تو این قسمت قراره که کارمون رو ریپ کنیم، آماده کنیم برای انیمیت کردن. بسیار خب، قبل اینکه شروع کنیم من یه توضیحی درباره بونمون کلن من بدم. خب اگه شیفت A رو بزنید توی قسمت آرماتور بون رو بزنیم، یه بون به ما میده که شما میتونید اون رو قسمت ادیت مود تغییر بدید و اون رو ادیت کنید و شما هر حالتی بدید و توی قسمت پوز مود برید آماده انیمیت کردن هست، یا توی قسمت پوز مود شما باید اون رو انیمیت کنید و ما قراره که اون رو از طریق ادیت مود تنظیم کنیم. بعد اینکه تنظیم کردیم اون آماده میشه برای انیمیت کردن. بسیار خوب، ما بریم سراغ عنکبوتمون و بهتون بگم که چجوری است. البته قبل اینکه بریم ببینید، برای ایجاد کردن بونهای متعدد شما میتونید هم توی قسمت ادیت مود برید، برای ادیت کردن بون میتونید از بون شیفت دی رو بزنید، یک کپی بگیرید، میتونید نوک بونتون رو بگیرید و اگه این حالت پاتون باشه شما باید پاتون رو، یعنی کلا بونتون رو از روی پا در بیارید، یعنی هر حالتی که هستش اگه نوک بونتون رو بزنید، ای رو بزنید، یک بون متصل به بون اولتون، یعنی زیر مجموعه بون اولتون میشه که شما میتونید هر چند تا که بخواید بونا رو ایجاد کنید. بعد توی قسمت پوز مود برید میتونید دیگه اون رو بسیار خوب. خیلی ساده است، خیلی سخت نیست، شما میتونید خیلی راحت کارکترتون رو ریگ کنید و آماده کنید برای انیمیت کردن. بسیار خوب، بریم سراغ عنکبوتمون. ما توی قسمت ما یک دونه بون ایجاد میکنیم، اصلا کاری با کارکتر نداریم، اون رو میتونید جاش رو تعیین کنید. بسیار خوب، بعد اینکه جاش رو تعیین کردید میتونید توی قسمت ادیت مود برید و اون رو شروع کنید به ریکال و اون رو تنظیم بکنیم. ای رو میزنیم، میتونید این رو دو قسمت بون کنید یا یه قسمت بون کنید که ما خیلی روش حساس نیستیم که حالا ما دو تا بون ایجاد بکنیم روی قسمت دومش و اون رو به این شکل در بریم. بعد اینکه به این شکل در آوردیم توی قسمت تاپ بریم، یک بون از قسمت وسط انتخاب میکنیم، اون رو شیفتی میزنیم، یک کپی ازش میگیریم، روی یک طرف پا ما بونها رو کار میکنیم. بعد اینکه کار کردیم اون بونهای سمت مثلا حالا چپ رو یک کپی میگیریم برای قسمت راستش که خیلی ساده است و خیلی سخت نیستش. این بون رو من جابجا شروع میکنم به جابجا کردن. بعد اینکه اون رو جابجا کردم میتونم اون رو شروع کنم به ایجاد بون. ای رو بزنید، بکشید، بعد کلیک. بعد که این کارو کردید حالا میتونید از قسمت
قسمت وایپرمز رو در بیارید و اون رو زاویه Z جابجا کنید. G رو بزنید، Z رو بزنید، اون رو تنظیم کنید روی پا، که میتونید اگه خیلی حالا هی میرید توی وایپرم اون رو نگاه کنید، میتونید توی قسمت خود تنظیمات بون یک گزینه هست به اسم X-Ray، اون رو اگه انتخاب کنید دیگه کلا بونتون رو کامل چه توی آبجکت باشه پشت آبجکت باشه نشون میده، که میتونید راحت دیگه روش کار کنید، دیگه نیازی نیست هی برید توی وایپرم اون رو نگاه کنید ببینید کجاست. بسیار خوب، حالا شروع کنیم اون رو جابجا کردن. GZ اون رو ما جابجا میکنیم. بعد که تنظیم کردیم توی قسمت تاب میریم، میتونید کل بونتون رو انتخاب کنید. بعد که انتخاب کردید میتونید، البته میتونید تعداد بوناش رو کمتر بگیرید، خیلی حالا مهم نیست، ما خیلی سریع کار میکنیم. میتونید خب من تعداد بوناش رو میخواستم کمتر بگیرم که بهتر بشه، حالا گیر گذاشتیم. خب حالا جا به جایی رو اعمال میکنم. بسیار خوب، بونای اضافه رو میتونیم پاک کنیم برای این قسمتش. بدی حالا دل این هم دل بخواهی شما میدونید تعداد بونات رو زیاد کنید، اما در نظر داشته باشید که تعداد بونات رو در صورتی زیاد کم کنید که اگه توربو رو خاموش کنید توی قسمت وای فای برید این قسمت های ایجی که هستش طوری بشه که شکسته نشه و از روی اینها تعداد بوناتون رو زیاد کنید که حالت خیلی بدی نده. و خب بریم سراغ ادیت بونمون. بعد که ادیت کردیم سراغ بونمون میریم یا از این بونمون تعدادش نسبتا زیادتر هست، شروع کنیم به جابجا کردن. بعد اینکه جابجا کردیم بسیار خوب، اگه دیدید بونتون خودش روتیت پیدا کرده کت شده از حالت صافی در اومده، شما میتونید اون بونتون رو کلا انتخاب کنید، کنترل آر رو بزنید، شما میتونید بونتون رو روتیت بدید، کنترل آر، بعد اون بوناتون رو میتونید نسبت به نشتون صاف کنید. بعد که این کار کردید دوباره میریم سراغ کردن بسار. پای جلو هم تنظیم میکنیم این سری، بعد حالا میزونم. اگه کپی کردید صافش کنید و کلیک چپ. بعد که این کاری کردید آماده کلن آماده ریکردنه و بهش الان قراره که یه سری دستورات بدیم که حالت قسقومندی پیدا کنه، چون الان بخواید انیمیت کنید ببینید کلن تیکه تیکه هست و خیلی راحت میتونید اون رو تنظیم کنید. ما نوک
کل این بنام رو انتخاب بکنیم. بعد که انتخاب کردیم ای رو میزنیم، بعد زد رو میزنیم، به قسمت بالا میبریم و یک اندازه براش انتخاب کنیم و کلیک چپ. بعد که این کاری کردیم کل این بنایی که هستش جدید ایجاد شده رو انتخاب کنیم. کنترل پی رو بزنیم، بعد دیسکانکت بون رو بزنیم، کلن از این باز میخوام کنترل پی رو میزنیم، گزینه اول رو انتخاب میکنیم. اگه گزینه دوم رو انتخاب کنید به بناتون وصل میشه، کلن بناتون که جدا میشه اما حالت لینک پیدا میکنه، اما ما میخوایم کلن از این بنها جدا باشه، پس کنترل پی رو میزنیم، گزینه اول. بعد اگه جی رو بزنید ببینیم که کلا از بناتون جداه و لینک هم نیستش. بعد که این کارو کردیم حالا میریم سراغ اسم گذاری. این رو میزنیم، پای قسمت چپ هست. خب ما اینا قراره که کنترلر کلا با این قسمت کنترل کنیم، پا رو انیمیت کنیم و تکون بدیم کلا پا تکون بخوره، پس اینا میشه کنترلر. اسم این بنا رو مثلا میذاریم پای جلو، پای جلو، پای جلو مثلا بذاریم چی؟ AL سیاه. خب اینتر میزنیم. بعد از این اسم به هر اسمی که دوست دارید بذارید، ولی آخرش L باشه، چون قسمت چپ پا هست قراره که میرور کنیم و نامش رو به صورت اتوماتیک تغییر بدیم، پس باید دقت کنید که آخرش نقطه L باشه. بعد که این کاری کردیم اینتر میزنیم. بعد از این اسم کپی میگیریم، پای بعدی رو انتخاب بکنیم، پیست میزنیم، A رو میکنیم B، بعد اینتر میزنیم. پای بعدی پیست، سی، اینتر. اینا حالت دستبندی اسمی که اینا باید انجام بدید تا خودش بفهمه، برای انیمیت کردن هم خیلی ضروریه این قضیه. خب این هم اینتر، پس شد نقطه L آخرش باشه، اگه سمت راست بود نقطه R. بسیار خوب، ما این کار رو انجام میدیم. بعد اینکه این کارو کردیم میریم سراغ قسمت بونمون، قسمت پوزمودمون میریم. توی قسمت پوزمودمون، بعد اینکه توی قسمت پوزمودمون رفتیم، پای این نوک رو انتخاب میکنیم. بعد اینکه این پای نوک رو انتخاب کردیم توی قسمت ادبون میتونید آی رو بزنید که یک آی کی ایجاد کنه. بعد اینکه آی کی ایجاد کرد، گزینه اول رو روی یعنی کل این بونمون اسمش آرماتور است، که میتونید اسمش رو روی بون بذارید، که ما حالا میتونیم روی اسمش رو تغییر بدیم روی ریک. بعد که اسمش رو تغییر دادیم روی ریک، میتونید از این قسمت ریک رو انتخاب کنید. بعد که ریک رو انتخاب کردید، بونی که قرار اینها رو هدایت کنه رو انتخاب کنید، یعنی این کنترلر. بعد توی قسمت بون این اسمی که روی این کنترلرمون گذاشتیم میتونید کپی کنید یا اسمش رو تایپ کنید، که ما کپی میکنیم پیست میکنیم ببینیم که اسمش هستش. شما اگه نصفش هم تایپ میکردید براتون میبود، یعنی میذاشیم پا کل کنترلر ها میبود که ما انتخابش میکنیم. بعد اگه تکون بدید میبینه که کلش تکون، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. گزینه پایینی رو روی عدد حالا هر چند تا بون هست، یک دو سه چهار پنج تا،
که 3 6 که این آخرش هم حساب کنید. روی 6 بذارید بعد میبینید که پاتون رو میتونید تکون بدید. اگه مثلا روی 3 باشه، ببینید روی مثلا 3 باشه از بونه 3 میکنه، فقط این ستار رو تکون بدید که بهتون این اجازه رو میده که قشنگ خیلی نرم تکون بخوره از ابتدا. خب این الان آماده است به همین سادگی. بعدی آرام همینجور نوک پا رو انتخاب بکنیم. میتونید هم توی این قسمت بیایید آیکی رو انتخاب کنید یا این قسمت رو باز کنید و آی رو اگه بزنید خودش آیکی رو انتخاب کنید. هم میتونید از روی صفحتون نوک پا رو انتخاب کنید، شیفت کنترل شیفت سی رو اگه بزنید، کنترل شیفت سی رو بزنید همین گزینه ها رو روی صفحتون میاره که دوباره میتونید آی رو بزنید و به صورت اتوماتیک خودش انتخاب کنه و یک کنترلر هم به صورت اتوماتیک براش ایجاد میکنه که شما میتونید خیلی راحت اون رو انتخاب کنید. بسیار خوب، پس این هم از این. خب حالا ما آیکی رو انتخاب بکنیم، خیلی سریع تر کار رو به پیش میبریم، شما هم میتونید خیلی سریع کار کنید و اون رو یه 5 میذارم. فقط دقت کنید که این خط انتهاش به انتهای اولی ابتدای پاتون برسه. ای رو هم انتخاب بکنیم، خیلی سریع حسش میکنیم. خب این یک ریگ خیلی نسبتا میشه گفت ساده است و واقعا هم ساده است. حالا نسبتا حالا ما این رو ایجاد کردیم، میتونید به حالت پوز مود که هست میتونید اونا رو تکون بدید، تست کنید. بعد که تست کردید میخواید به حالت اول برگرده، ای رو بزنید هرچی از دیسلیک بشه، ای رو بزنید کلش انتخاب بشه. اگه اسکیلی داشته باشه این بون ها، ببینید اسکیل، روتیت و موف، اگه اینها رو داشته باشه میتونید کلش رو انتخاب کنید، ای رو بزنید کلش رو انتخاب کنید. اگه میخواید به حالت اول برگرده، اگه آلت رو نگه دارید، اس رو بزنید، اسکیل به حالت اول برمیگرده. اگه همینجور که آلت رو گرفتید، آر رو بزنید، روتیت ها به حالت اول برمیگرده. اگه آلت رو نگه دارید، جی رو بزنید، کلن به حالت اول برمیگرده. پس اگه اسکیلی داشته باشه، روتیتی داشته باشه، مووی داشته باشه، میتونید آلت جی، آلت اس، آلت آر رو بزنید که به حالت اول برمیگرد. این کاری هستش که خیلی سریع میتونید به حالت پوز اولیه آلت به حالت اول برمیگرد. اسکیل و روتیت هم به همین شکل. خب این هم از این. حالا به حالت ما یک طرف پا رو درآوردیم، طرف دیگه نمیخواد این قضیه. حالا ادیت مود رو انتخاب کنیم، کل پا رو ما انتخاب بکنیم، شیپ کلیک راست کنیم، پای عقب هم میتونید یک مقداری روش تغییرات انجام بدید، اصلا به هم نمیخواد. خیلی خوب، حالا کل پا رو انتخاب میکنیم. بعد که کل پا رو انتخاب کردیم، این علامت کنسولمون رو توی 0 0 قرار میدیم. توی 0 0 که قرار دادیم
حالت تاب میریم، شیفت دی رو میزنیم، کلیک راست، بعد از این قسمت 3D کنسول رو میزنیم که از روی همین علامت کنسولمون اسکیل بده. بعد پاک انتخابه S زاویه Y، بعد منفی یک رو تایپ کنیم، بعد اینتر. خب میبینیم که از پامون یک کپی مثل اون قسمت که بدن رو میرو، کلا پا رو میرو کردیم، اون هم میتونیم میرو کنیم. فقط این پایی که کلا میرو کردیم بذارید سلکت شده بمونه. توی قسمت آرماتورمون اگه باز کنین یک گزینه هست به اسم فلیپ نیم. این چیکار میکنه؟ این برای اینه که نگاه کنید اگه پای جلو رو کنترلرش رو کنترل L هستش، ببینید AL هستش، ببینید پای بغل دستش که سمت راست هست خودش اوتوماتیک 2-0-1 زده. حالا ما میخواییم این رو R کنیم، یه نمیم دستی این رو L رو تبدیل به R کنیم، یعنی طرف راست. کل کنترلر رو یا کلن پا رو، پای راست رو ما کلن انتخاب بکنیم. قسمت آرماتور فلیپ نیم رو اگه بزنید ببینید به صورت اوتوماتیک خودش تبدیل میکنه به R، L رو تبدیل میکنه به R، L R L، خودش خیلی سریع اوتوماتیک تغییر نام میده. پس این Lی که گفتم و هیچ چیز دیگه جلوش نباشه، این قضیه برای این هستش. و این قضیه باید رعایت کنید، چون توی قسمت پوز مودمون بریم برای انیمیت کردن، شما اگه پای چپتون رو انیمیت کنید میخواهید همین حالت برای پای راست هم اعمال بشه پوزش، توی این قسمت باید کپی کنید این پاتون رو، پوزش رو، و پیست کنید توی این پای بغلی. و چون توی بونمون یک مشکل ریزی هستش، این دقیق عمل نمی کنید. پس این قضیه برای این هست که کامل تر من نو توضیح خواهم داد. خب این هم از این ریگمون آماده است. توی قسمت ادیت پوزمون میریم، پوز مودمون میریم. توی قسمت پوز مودمون اگه میبینید خیلی این بونا اذیتتون میکنه، میتونید اون رو انتخاب کنید و توی قسمت تنظیمات بون اون رو ایکس رای رو غیر فعال کنید تا اونها برزید، که ترجیحاً برای انیمیت کردن چون لازم هستش ما اون رو فعال کنیم تا دیده بشه. حالا بعد که این کاری کردیم مشمون رو انتخاب کنیم، توی قسمت مودیفایر رو میریم، بعد میتونید این قسمت ویوپورت اون این هیرا رو که نشون نده سنگین هم نکنه سنتون رو، میتونید از این قسمت اونا رو غیر فعال کنید که سنتون هم سبک بشه و خیلی راحت‌تر کار کنید. بعد که این کار کردیم حالا میمونه اسکین کردن مشمون، کبوتر. ما مشمون رو انتخاب کنیم، بعد شیفت رو نگه میداریم، یکی از بونها رو کلیک میکنیم، بعد کنترل پی رو میزنیم، بعد اوتوماتیک رو، این گزینه آخر اسکین رو اوتوماتیک هست، انتخاب کنیم. بعد که اینو انتخاب کردیم کلیک کردیم، بعد اگه بونمون رو تکون بدیم میبینیم که کلا مشمون هم به صورت اوتوماتیک اسکین میشه و نسبتا میشه گفت 90% دقیق عمل میکنه، 95% دقیق کار میکنه اسکینش و خیلی نیاز نیست ادیت کنید. اگه اسکینتون ریخ به هم میتونید اون رو خیلی سریع مشتون رو اگه انتخاب کنید تب رو بزنید توی قسمت پینت، میبینید که کبیه استخونه، پینت رو انتخاب کنید و توی این قسمت، قسمت دیتا، آبجکت دیتا، میتونید بوناتون رو ادیت کنید. ببینید توی وای فرام برید اصلا کلیک کنید بوناتون رو، ببینید میتونید روش
کار کنید، یعنی میتونید بناتون رو از این قسمت ببینید از این قسمت روتیت بدید. البته از این حالت کنسول رو خارج میشیم، گزینه آخر رو میزنیم جای خودش روتیت بشه، بعد آر رو میزنیم. حالا میخواییم روش رو اسکینش کار کنیم. اگه ببینید اسکینش خرابه میتونید ریپینت بدید و اون رو به این شکل ایدیت کنید. حتی میتونید دور هم بزنید، گزینه دومش رو هم انتخاب کنید برای نرم کردنش، برای میتونه تأثیر بزنید. بونتون رو میرید به این شکل، بونتون رو هم میتونید اینجوری تکنید در روش کار کنید. دیگه نیازی نیست که بیاید یک انیمیت پوزی درست کنید و روش هی فریم به فریم برید پوزش عوض شه بعد روی اسکرینش کار کنید. اصلا نیازی به اینجور کارا نیستش. خیلی سریع میتونید انتخاب کنید توی همین قسمت که داریم اسکرینش ادیت میکنیم انیمیتش هم انجام بدیم، یعنی پوزش هم انجام بدیم ببینیم کجاش ایراد داره کجاش ایراد نداره و اون رو کار کنیم. بعد به حالت پوز اول رو میخواییم برگردیم، کلش رو انتخاب میکنیم Alt، حالا اگه Rotate داره Alt R، اگه Move داره Alt G رو میزنیم. به حالت اول برگردیم، حالا از به حالت Object Mode مون میریم. خب حالا ما خیلی با قسمت کاری نداریم. برای اینکه بنامون به این شکل نباشه، به صورت استخونی باشه، میتونید توی قسمت تنظیمات اصلیمون تنظیمات بنامون بریم و قسمت دیسپلی رو اگه دقت کنید میبینید چند تا گزینه داره برای بنهای مختلف اونو که داره. شما میتونید حالت لاین کار کنید، خیلی راحت و خیلی دست باگیر نباشه، یعنی این حالتی نباشه جلوی چشتون و کلا آبجکتتون رو نبینید و اذیت کنید. که من معمولا روی استیک قرار میدم، روی گزینه دومی قرار میدم که حالت معقولی هست که هم استخونا دیده میشه هم کلا اکاوت و خیلی سلیقه‌ای هستش که شما میتونید انتخاب کنید. حالات باشی است و این هم باید که معمولا یا این استفاده میشه یا گزینه دو. و الان عنکبوت همون ببینید میتونید دو. خب گزینه دیگه هم که میمونه، حالا استخونتون رو انتخاب بکنید، حالت آبجکت مود میرید، کل این بونتون از حالت انیمیت و ادیت در میاد و حالت استاندارد در میاد که میتونید کلش رو انتخاب کنید، کلش انتخاب بشه. و بعد اینکه کلش رو انتخاب کردیم میتونید توی جای خالی زیر مشتون قرار بده یا هر جایی که میخواید. کلن یه جا برای این قسمت لایرز میتونید قرار بدید که بونتون باشه، که من معمولا روی پایینی میذارم زیر آبجکت باشه. بعد حالا میتونید جفتش باشه، میتونید شیفت رو نگه دارید لایه بون هم فعال کنید که جفتش با هم باشه. بعد بون رو انتخاب میکنیم، تب رو میزنیم، حالت انیمیت رو انتخاب کنیم، یعنی پوز مود. بعد الان کارمون آماده است برای انیمیت کردن. همین راحتی که شما میتونید اون رو کار کنید که نمونش هم هستش برای انیمیت کردن که جلسات بعدی اون رو کار خواهیم کرد. البته قبلش کارمون رو سیو میکنیم دروپ‌باکس. بعد فایلی که گفتم من میارم انیمیتش رو نگاه کنید که ما قراره که
کلن روی این کارمون انیمیتش هم انجام بدیم. که انیمیتش هم خیلی سریع ما قراره که با هم دیگه کار کنیم. جلسات بعدی حتما پیگیر باشید که بحث ما انیمیت خواهد بود و خیلی بعد از این بحثایی که انجام شد طرفدارای خاص خودشو داره.